سلام و درود فراوان خدمت دوستای عزیزم. ما بحث فوتو الکتریک رو داریم، گفتیم جز بحث‌های مربوط به رشته ریاضیه. قسمت‌های اول که چند تا مثال هست بچه‌های تجربی هم اونو دارن، ولی میدونن بچه‌های تجربی که مسائل مربوط به فوتو الکتریک برای بچه‌های رشته تجربی نیست. پس مثال‌ها رو با هم ببینیم، انشالله که استفاده کافی ببرید. درود بر شما. مثال‌هایی که انتخاب کردیم براتون چند تا از مبحث فوتونه که مربوط به رشته ریاضی و تجربیه، ولی مبحث‌های فوتو الکتریک یادتون باشه فقط خصوص دانش آموزان عزیز رشته ریاضیه. مثال اولی که انتخاب کرده گفته انرژی فوتونی با طول موج 6600 آنگستروم 10^-10 متر. چند جوله؟ سرعت نور رو در خلا داده، ضریب پلانک هم داده و گزینه‌ها که پای تخت حلش رو با هم می‌بینیم. خب انرژی هر فوتون این مساوی بود با هاش اف، چون اف رو نداده به جاش طول موج رو داده، می‌نویسیم هاش سی به لاندا. خب عدد گذاری میکنیم، ایمون به دست میاد. اچ رو داده 6.6، می‌نویسم 66 ضرب در 10^-3 منفی 34 بود، میشه منفی 35. سی هم که 3 ضرب در 10^8 بود و لاندامون هم 6600 آنگستروم منهای 10، دو تا صفرش میره، میشه 66 ضرب در 10^-8. از اینجا این که ساده میشه، حالا ایمون به دست میاد، این میاد بالا میشه چند؟ بله 16. پس 3 ضرب در 10^-19 ژول میشه عزیزانم. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم، بر حسب ژول انرژی فوتون رو به دست آورد. همونطور که میبینید گزینه 2 جواب صحیح ما هست. سوال ساده بود، بریم سراغ سوال بعدی. باز دوباره گفته انرژی فوتونی که طول موج آن در خلا 2 آنگستروم، چند برابر انرجی فوتونی با بس آمده 5^-14 هرتز میباشد؟ سی هم که داده. پس میخواییم ببینیم نسبت به دست بیاریم. طول موج یه جا داده، یه جا بس آمد داده. نسبت ها رو بنویسیم. با هم پای تخته نگاه میکنیم. نسبت E1 به E2 رو خواسته. E1 همونو با طول موج داده، هاش سی به لاندا. بعدی رو چی داده؟ با بسامد داده، هاش اف. اچ ساده میشه، پس E1 به E2 مون بچه ها میشه چی؟ سی لاندا اف. نسبتش رو به دست میاریم. 3^-8 داده، لاندامونو گفته بود 2 آنگستروم، 2^-10 چون اینو متر دادیم، اینم متر می‌نویسیم. اف اونم که داده بود 5^-14، نسبتش رو به دست میاریم. خیلی خوب بچه ها، 2^5 میشه 10، 10 با این میشه 15، با این میشه 5، 5 میره بالا منفی 5، میشه 3^-3 یا 3000، نسبتش میشه 3000. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. گزینه 3 جواب صحیح ماست. سوال بعد عزیزانم. خب گفته توان یک لامپ کوچک 3^1 ضرب در 10^15 الکترون ولت، یعنی به جای ژول الکترون ولت، ژول بر ثانیه میشد وات. حالا اینجا چون ژول نیست الکترون ولت داده. این لامپ در هر دقیقه یعنی 60 ثانیه چند فوتون با طول موج 500 نانومتر از خودش تابش میکنه؟ گزینه ها رو هم داده، هاش سی رو بر حسب الکترون ولت نانومتر داده 1240، این مقدار ثابت. ما تو بیشتر گزینه ها، تو بیشتر تستایی که یا سوالایی که برخورد میکنیم این عبارت هاش سی رو، حتی کتاب شما هم آورده گفته هاش سی رو 1240 بگیرید. الکترون ولت نانومتر، مقدار ثابت پلانک و سرعت نور در خلا که 1240 الکترون ولت نانومتره. پس توان یعنی پیو داریم، زمان تی 60 رو داریم، تعداد فوتون ها این، طول موجمون هم 500 نانومتر تابش میکنه. بریم با هم دیگه
نگاه کنیم ببینیم حلش چطوره. خب انرژی فوتون چی بود بچه ها؟ ای مساوی با هاش اف. حالا یک نور آیا یه فوتون گسیل میکنه یا انتا فوتون؟ بله انتا فوتون با انرژی هاش اف. پس این تعداد اون فوتون هاست که یه نور داره گسیل میکنه. انرژی از طرف دیگه توان بود انرژی در واحد زمان. پس میتونم جای ای چی قرار بدم؟ پی ضرب در تی. پی ضرب در تی ان هاش سی به لاندا. درسته؟ اینو پیدا کنید. یه چیز خنددار بگم. لاندا رو ضرب کنید. لای پتوی حسن یادتون باشه. جالبه. لاندا پی ضرب در تی به هاش سی. این سری تو ذهنتون میمونه. خب اینو از ما میخواد. لاندا مون رو چند داده بود بچه ها؟ گفته بود 500 نانومتر. پس من اینو 500 نانومتر می نویسم. توانو چی داده بود؟ گفته بود 3.1 ضرب در 10 به توان 15 الکترون ولت ثانیه. قبوله؟ زمانمونم داده بود 60 ثانیه. هاش سیمونم داده بود 1240 الکترون ولت نانومتر. ببینیم این چه واحدی به دست میاد؟ این واحد نداره چون تعداده. ببینید الکترون ولت با الکترون ولت، ثانیه با ثانیه، نانومتر با نانومتر. خب درسته دیگه، پس همه چی. از اینجا میایم تقسیم ها رو انجام میدیم. خب بچه ها نگاه کنید، یه صفر با یه صفر میره. ساده میکنیم. چیکار کنیم بچه ها؟ 5 ضرب در 6 3000. پس من اینو مینویسم 3000 ضرب در 3 ممیز 1 124. خب قطعا معلومه اینو ضرب در 4 کنید این میشه. پس اگر من اینو با این ساده کنم این میشه 40. درسته بچه ها؟ در به تمام 15 یادم نره ها، این در به تمام 15 یادم نره. خب الان حساب میکنم، این با این ساده میشه، 300 به 4 میشه 75 ضرب در 10 به توان 15. یه بار دیگه چک کنیم بچه ها. پس من یه صفر اینو با یه صفر این زدم، 6 ضرب در 5 30 3000، اینم 3 ممیز 1. اینو ساده کردم به این شد 40 مرتبه، چون 4 تاش میشه 124، چون 3 و 1 دهم میشه 40 مرتبه. یه صفر رو زدم، 300 به 4 هم شده 75 ضرب در 10 به توان 15. تعداد فوتون هایی که توی یک دقیقه داره گسیل میشه. با هم گزینه ها رو چک کنیم. 75 ضرب در 10 به توان 15. بله. گزینه 2 نمیشه 7.5 ضرب در 10 به توان 16. جواب صحیح ماست. بریم مثال بعدی رو ببینیم. مثال بعدی گفته تابش الکترومغناطیسی بسامد افو داده به سطح فلزی تابیده که تابع کارش دبلیو صفرم داده. اگر ثابت پلانک اچو بر حسب الکترون ولت داده، بیشینه انرژی جنبشی فوتو الکترون ها هم بر حسب الکترون ولت خواسته. خیلی ساده است. پس با هم دیگه پای تخته رو نگاه میکنیم. داشتیم کای ماکس برابر بود با هاش اف من های دبلیو صفر. کای ماکسمون برابر با 4 ضرب در 10 تا من های 15 بود بچه ها. اف اونم شد 8.5 ضرب در 10 به توان 14. من های اینم که داده بود 2.5. کای ماکسمون از اینجا 4ش میشه 34 میشه 3.4، من های 2.5 میشه 9 الکترون ولت. درسته؟ گزینه ها رو با هم چک میکنیم. گزینه یک جواب صحیح ماست. میریم سراغ سوال بعدی. سوال بعدی که انتخاب شده سوال بسیار خوبیه. میگه در یک آزمایش فوتوالکتریک حداقل انرژی لازم برای جدا کردن یک الکترون، اسم چی بود؟ تابع کار فلز. پس تابع کار فلز رو داده 2 الکترون ولت. حواستون به تبدیل واحده باشه. میگه اگر نور تک رنگی با طول موج، پس به جای بسامد طول موج رو داده 300 نانومتر، به این فلز بتابد، بیشینه سرعت، یعنی بیشترین سرعت الکترونی که
از این فلز خارج میشه چند متر بر ثانیه است. اچو داده، جرمو داده، بار الکترون رو داده و سی سرعت نور رو داده. با هم دیگه حلش رو پای تخته نگاه میکنیم. خب بچه ها کای ماکسیموم بود هاش اف من های دبلی صف یک دومه ام وی ماکسیموم به توان دو مساویه با هاش سی به لاندا من های دبلی صف. درست شد تا اینجا؟ خب حالا جایگزین حواسمون باشه این ور اگه الکترون ولته اینی که شما عدد بذاری ژول به دست میاد، پس باید در 1.6 به 1.6 ضرب در تا من 19 تقسیم بشه. یک دومه می نویسم امونو 10 به توان منهای سی داده بود کیلوگرم. ویمونو می خواست کدوم وی؟ وی ماکسیموم تقسیم بره 1.6 ضرب در 10 به توان منهای 19. میتونید اینو بردارید این هم بکنید 20 منهای 20. درست شد بچه ها که این راحت تر محاسبه بشه. خب اچمونو چند داده بود؟ 4 ضرب در 10 به توان منهای 15. این هم که داده بود 3 ضرب در 10 به توان 8 متر بر ثانیه. لاندامون داده بود 300 نانومتر. می نویسم 3 ضرب در 10 به توان منهای 7 متر و دبلیو صفرمون هم 2 داده بود. خب میریم سراغ حلش ببینیم چه کار باید بکنیم. بچه نگاه کنید، اول برم سراغی این 3 با این 3 میره، منهای 7 میره بالا میشه 8، 15 با این میره پس این توانها میره 4 منهای 2 میشه 2. طرفین رو در 2 ضرب کنیم. برای چی؟ برای اینکه یک دومه بره. بعد 16 میایم اینجا. پس از اینجا و دو ما و ماکسیموم به توان دو ما شد یه ضرب در دو. اینجا چی داشتیم؟ 4 منهای 2 2 داشتیم، در یه 2 هم ضرب شد، شد 4. درسته بچه ها؟ در یه 1.6 یا 16 ضرب در 10 به توان این منهای 20 هم بره بالا بچه ها میشه چی؟ مثبت 20 با این میشه منهای 10، میره اونور میشه مثبت 10. جذر میگیریم ویمون وی ماکسیمومون میشه جذر 4 2، جذر 16 4 و جذر 10 به توان 10 هم میشه 5. پس میشه 8 ضرب در 10 به توان 5 متر بر ثانیه. بیشترین تندی این الکترونی میشه که یا فوتو الکترونی میشه که از سطح فلز کنده شده. بریم گزینه‌ها رو با هم چک کنیم و گزینه 3 جواب صحیح ما. سوال بعدیمون، مثال بعدی گفته نور تکرنگی با طول موج 0.2 میکرومتر بر کاتود یک سلول فوتوالکتریک، یعنی یکی از اون به اصطلاح صفحه‌هایی که نور تابیده شده اونو گرفته کاتود میتابد، اگر طول موج آستانه قطع، حالا من راجع به این آستانه قطع الان پای تخته براتون صحبت میکنم، طول موج آستانه قطع یا طول موج آستانه بلندترین طول موجیه که باعث کندن الکترون ها میشه، 0.3 میکرومتر باشد، جرم الکترون هم 10 به توان منهای 3 کیلوگرم، بیشینه سرعت فوتو الکترون های خارج شده از کاتود چند متر بر ثانیه است. پس ما دو تا طول موج داریم، طول موج فرودی، طول موج آستانه یا طول موج قطع، جرم هم داده، ثابت پلانک هم داده، تندی رو خواسته. با هم نگاه کنیم. عزیزان همونطور که دیدید بس آمد قطع W0H کمترین بس آمدی بود که باعث پدیده فوتو الکتریک میشه. اگه جای F سی به لاندا بذارم این طول موج به ازای این بسامد میشه طول موج آستانه، بسامد آستانه یا بسامد قطع، اینجا میشه طول موج. چون رابطه عکس دارن کمترین بسامدی که باعث پدیده فوتوالکتریک میشه معادل بلندترین طول موجی که میتونه الکترون رو از فلز بکنه. پس به این میگیم کمترین بسامدی که باعث پدیده فوتوالکتریک میشه، اینو میگیم بلندترین طول موجه تابشی که میتونه پدیده فوتوالکتریک رو باعث بشه. واسه همین به این میگیم طول موج قطع یا طول موج آستانه.
W صفر به H میشه. از اینجا اگه معکوسش کنیم میشه های C به W صفر. درست شد؟ اینه بهش میگیم طول موج آستانه یا طول موج قطع. خب حالا برای ما حل مثال این بوده که کای ماکسیموم میشه هاش سی به لاندا منهای دبلی صفر. بچه ها نگاه کنید، جای دبلی صفر لاندا صفر رو میشه عوض کرد، یعنی دبلی صفر میشه هاش سی به لاندا صفر. پس جایی میذارم هاش سی کای ماکسیموم میشه هاش سی به لاندا منهای هاش سی به لاندا صفر. از اینجا هم که داریم یک دومه ام وی ماکسیموم به توان دو، هاش سی رو فاکتور میگیریم، یک لاندا منهای یک لاندا صفر میشه. دیگه جایگزین کردم. فقط حواسمون باشه اگه اینو الکترون ولت میذاریم اینجا باید تبدیل رو انجام بدیم. خب یک دومه جرممون رو داده بود ده به توان منهای سی، وی صفرمون رو یا وی ماکسیمومون رو میخوایم. این هم که داریم 16 ضرب در 10 به توان منهای 20 مساوی با هاش سی. اونو چند داده بود بچه ها؟ اچمون که سی هم که 3 ضرب در 10، پس اینم همون 1200 دارم. فقط حواستون باشه 1200 می‌نویسی الکترون ولت نانومتره، مقادیر خودشو می‌نویسم. 4 ضرب در 10 به توان منهای 15، اینجا سیمون هم 3 ضرب در 10 به توان 8، 1 بر روی لاندامون رو گفته بود 0.2 میکرون، یعنی میشه 0.2 میشه 2 ضرب در 10 به توان منهای 7 منهای اونم که داده بود 3 ضرب در 10 به توان منهای 7. خب منهای 7 رو که فاکتور بگیریم بیاد بالا، با این میشه 15 ساده میشه. پس الان نگاه کنید اینا رو فاکتور گرفتم، با این زدم با این رفت، 4 3 تا 12 تا، 1 دوم منهای 1 سوم. درسته بچه ها؟ میشه یک شیشم. درسته؟ 12 با 6 ساده میشه، میشه 2. پس دوباره اینجا داریم، اینه مثال قبلی بود، از اینجا این 1/2 میاد میشه 32، 32 یه دونه هم اینجا 2 داشتیم میشه 64. پس اینجا داریم 64 ضرب داره، توان که اونجا نداریم. این منهای 20 اومد بالا شد مثبت 20، با این منهای 10 میره اونور میشه مثبت 10. و از اینجا وی ماکسیموم به توان 2 جذر میگیریم، نتیجه وی ماکسیموممون میشه 8 ضرب در 10 به توان 5 متر بر ثانیه. عجب سوالی بود بچه ها، یه سوال جوندار عالی برای شما عزیزانم. پس گزینه هامون رو بریم چک کنیم، 8 ضرب در 10 به توان 5، ببینیم که کدام گزینه میشه. گزینه 3 جواب صحیح ما خواهد بود. بریم سراغ سوال بعدی بچه ها. مثال بعدی گفته بیشترین انرژی فوتو الکترون های گسیل شده در آزمایش فوتو الکتریکی یک فلز برابر 9 الکترون ولته. اگه بسامد نور فرودی یا تابشی 6 برابر بسامد آستانه یا بسامد قطع فلز باشد، تابع کار فلز یعنی دبلی صفر چند الکترون ولت هست که گزینه هاشو میبینیم. بریم با هم حلش کنیم. خب کای ماکسیموم بود هاش اف منهای دبلی صفر. کای ماکسیموم رو داده، البته جای اف میذارم، گفته 6 برابر بس آمده قرد هاش اف صفر منهای چی داریم بچه ها؟ دبلی صفر هم داشتیم، این 6 برابر هم من اینجا بنویسم میشه چی بچه ها؟ هاش اف صفر. این همون جای دبلی صفر قرار دادم. خب از اینجا کای ماکسیموم که 9 داریم، این میشه چقدر؟ 5 تا هاش اف صفر. 9 مساویه با 5 دبلیو صفر تابع کارمون، پس دبلیو صفرمون میشه 9 پنجم یا 1.8 الکترون ولت. این تابع کار فلزمون چون این الکترون ولته، این هم الکترون ولته. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه یک جواب صحیح ما خواهد بود. بریم سراغ سال بعدی. خب میگه در
آزمایش فوتوالکتریک با یک فلز مشخص اگر طول موج نور مورد آزمایش 1/3 برابر شه، بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون ها 5 برابر میشه. تابع کار فلز چند برابر انرژی فوتون اولیه است؟ تابع کار فلز چند برابر انرژی فوتون اولیه است؟ خب 2/5، 1/3، 1/2، 3/4 با هم نگاه کنیم. پس از اینجا طول موج نور مورد آزمایش 1/3 کردیم، بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون ها 5 برابر شده. تابع کار فلز رو گفته چند برابر انرژی فوتون اولیه‌مون، یعنی همون هاش اف اولیه‌مون. نگاه کنیم. خب کای ماکسیموم میشه هاش سی به لاندا، در اصل این همون هاش اف است، اولیه انرژی فوتون اولیه‌مون اف 1 منهای دبلیو 0. خب تو حالت اول اینو داریم لاندا 1مون، حالت بعدی گفته 1/3 میکنیم، اینو 1/3 میکنیم، این گفته 5 برابر میشه، میشه کای ماکسیموم ضرب در 5، این هم میشه هاش 3 میاد بالا. بچه اینو من 1/3 نکردیم، تو مخرج میمیسم 1/3 میاد بالا، 3 هاش سی به لاندا 1 من های دبلی 0. این که مربوط به فلز ثابت، درسته بچه ها؟ هاش سی لاندا 1 ما هم همون چیه؟ این هم دقت بکنیم، این همون اف 1 ماست. چی از ما خواسته؟ تابع کار فلز خواسته، دبلی 0 رو. چه کار کنیم اینجا بچه ها؟ پس من میخوام دبلیو 0 رو بر حسب هاش سی به لاندا 1، یعنی همون هاش اف 1 به دست بیارم. خب جایی نمیتونم اینو قرار بدم، یا توی دستگاه قرار بدم بنویسم، جایگزین میکنم، مینویسم 5 تا هاش سی، ببینید جای این کای ماکسیموم اینجا اینو قرار میدم، هاش سی به لاندا 1 منهای دبلیو 0 مساویه با 3 تا های سی به لاندا 1 من های دبلی 0. خب بگید چی میشه بچه ها؟ این که در یه 5 ضرب میشه، 3 تا میاد ازش کم میشه، میشه 2 تا های سی به لاندا 1، این لاندا 1، اینم 5 میره اون طرف، میشه 4 تا با این، 4 تا دبلی 0. خب تابع کار فلز میخواد، دبلی 0 مون میشه 1/2 هاش سی لاندا 1 که این همون هاش اف 1 هست. پس دبلیو 0 مون نصف اف 1 ما خواهد بود، 1/2. همونطور که دیدید من فقط اومدم جای این کای دومی اینو قرار دادم و ضرب کردم و محاسبه رو به دست آوردم. سوال جالب و مفهومی بود. بریم گزینه ها رو با هم چک کنیم. گزینه 3 جواب صحیح ما خواهد بود. سال بعدی بچه گفته تابع کار یک فلز 2 الکترون ولت، این دبلیو 0 بلندترین طول موجی که میتونه باعث جدایی، همون لاندا 0 یعنی طول موج آستانه یا طول موج قطع، چند نانومتره، های سی هم داده. پس نگاه کنیم حلش رو بچه. خب لاندا 0مون بچه ها در اومد های سی به دبلیو 0، اینو از ما میخواد، 1240، دبلیو 0 رو هم که داده بود 2، پس لاندا 0 رو میشه چند بچه ها؟ 620 الکترون ولت. خیلی ساده. گزینه ها رو با هم چک کنیم. بله گزینه 1 درست. سوال بعدی، در یک آزمایش فوتوالکتریک تابع کار فلز 1.5 الکترون ولت و بسامد نوری که به سطح الکترود میتابد 3 برابر بسامد قطعه، بیشینه انرژی جنبشی فوتوالکترون های خارج شده چند الکترون ولته؟ پس تابع کار داده، بسامد نور فرودی هم 3 برابر بسامد قطعه، بیشینه انرژی جنبشی
فوتو الکترون های خارج شده. هر موقع گفتم بچه ها اگر اچو نداده بود شما همون 4 ضرب در تامن های 15 الکترون ولت بگیریم. پس بریم با هم دیگه حل کنیم. تابع کارو داریم. بسامد فرودی هم 3 برابر بسامد قطع. حلش رو نگاه کنید. کای ماکسیموم شده هاش اف من های دبلیو 0. خب تابع رو داده. از اینجا میتونم از روی تابع میتونم اف رو پیدا کنم. F0 چی بود بچه ها؟ W0 به H. درسته؟ خب پس من میتونم بگم که این در اصل جای F گفته بود 3 برابره. پس کای ماکسیموم من میشه 3 تا هاش. چی بچه ها؟ جای F هم بنویسم W0 به H. درسته؟ ببخشید. این H با این H ساده میشه. میشه منهای یه W0 هم اینجا داریم. بله. پس از اینجا کای ماکسیموم ما میشه 2 تا W0. خب. پس کای ماکسیموممون میشه 2 تا چقدر؟ 2 تا 1.5 ولت. میشه 3 الکترون ولت. بله. 3 الکترون ولت میشه بیشترین انرژی جنبشی فوتو الکترون های گسیل شده. بله با هم چک کنیم جوابو. گزینه 3 جواب صحیح ماست.